در سالون غذاخوری که داخل شدم مثل که در یک افغانستان دیگر باشی، در یک آسمان هفتم باشی. میزای نانخوری با پنجاب و کاردور پیش قابای تلایی و رویش کباب و نمیدونم مرغ بریان و هر چی که تصور کنیم، میوه همه چیز پور است، بلا و جلا و نمیدونم. با من گفت وزیر صاحب چی شده؟ گفتم شما شرم ندارین، بچه و دختر کشور در پیش دروازه وزارت خارجه دروازه. بعد آمد در خیمه، من خوب یادم است که قبل از آمدن خدا در دل من انداخت که گفتم سگ کنین که سگ خود نیارین، چون سفیر آمریکا یک عادت یک قانون گفت دارن که هر جایی که سفیرش می رود ولو خانه پدر مادرش هم سگ می رود تلاشی می کند. سلام و درود و خسته نباشین همه تنان عزیز، آرزوی سعادتمندی و سلامتی شما را دارم و خوشحال هستم که در خدمتتان قرار دارم. باز هم یک روز دیگه در گذر است و یک ساعت باقی مانده از روزی که ما قرار داریم و مهمان جناب بشر دوست صاحب، یکی از چهره‌های مردمی، مهربان، دلسوز، وطن دوست و همچنان کسی که همیشه در میان مردم بوده و همیشه با مردم بوده و امروز ما به یکی از رستورانت های اینا را دریافتیم. خوشبختانه که این رستورانت هم همونطور غریب نواز رستورانت است و حتما امو دوستایی که میگه امو حدیث شریف است نمیگه یا فقیر زندگی کو یا فقر دوست داشته باش یا هم نشین فقیر باش، اما تو اگر اشتباه من نگویم و بنده احمد فیصل هستم، جناب بشر دوست بخوب نامی بزرگوار گرفتیم بیشتر. سلام و علیک، زبان خوشم بگیم. علیک سلام، به نام حق و به یادی هموطنان عزیز که متاسفانه بازاران مشکلات دست و پنجه نرم می کند، علاوه بر گرسنگی سرما هم در حال آمدن است. تصور کنید که در خانه سرد باشید، از سرما بلرزین، زندگی هیچ لذتی ندارد. ولو پلو چلو بخوریم هم لذت ندارد، چون از سرما میلرزیم و این مردم پلو چلو بگذار که امو نان و با چای تلخ، معمولا نان خشک با چای تلخ میخورند. امید است که هموطنان ما هیچ وقت فراموش نکنند که دستی یک یتیم، یک بیوه، یک فقیر را بگیرند. از حدیث شریف صحبت کردین، اگر اشتباه نکنم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که من با کسی که یک یتیم را نجات داده دست نوازش کشیده در بهشت مثل دو انگشت هستیم و هم نزدیک هستیم تقریبا. و تشکر از لطف شما. در افغانستان یک متل، یک جمله بسیار مشهور هم است، مثلا من با شما میگم چه خوب جمپری لوکس دارین، میگه نه جمپری من خوبش نیست، قشنگ نیست، چشمای شما. عرفای صحبت هایی که شما کردین فکر میکنم من کدام کاری نکردم که خود لیاقتی این همه محبت بدانم. این مردمی افغانستان است که بسیار بزرگوار است، بسیار لطف دارن، بسیار مهربان است. کسی که کار نکردن احترام داره. اگر برای این ملت واقعا کسی کار کنه، واقعا دلسوزی داشته باشه در عمل نه در شعار، و واقعا فداکاری کنه، واقعا دار و ندار خود در خدمت ملت قرار بدهد، فکر میکنم این حاضر است که جان خودم قربانی کنه. و همیشه دوستایی که در تواضع میره، در نیستی میره، خدای پاک یا خداوند متعال او را در هستی میبره. و همی که ما همیشه در مسیر میریم که امو فقیر دوست میداشته باشیم، محبت میکنیم، جویای احوالشان میشیم، مطمئنن که در قلب همه گیجا داریم و طرفدارم همه خلق خدا میباشه. جناب بشر دوست صاحب، به این جایی که آمدم من راستی من اول آمدم گفتم چی دارین، من چاشت نان نخوردیم، امروز من مهمان بشر دو صاحب هستم. خب روز گذشته شوخی کردم امرای اونا، اونا گفتن که ما هم قابلی داریم، هم لوبیا داریم و هم پراموش کردم دیگه کرایی دارن، لوبیا دارن، قابلی دارن، شوروا دارن. تا جایی که من، چون دو سال است که اینجا در اینجا مصاحبه داریم، هرچند تا امروز من نان نخوردم در اینجا، دوستایی که آمدن نان خوردن دیدیم، هم نانشان خوب است، هم برخوردشان خوب است.
و هم قیمتش فکر میکنم مناسب است در این شرایطی بحران اقتصادی. بسیار خوب، چطور این رستوران انتخاب کردی؟ قبلا ما وکیل بودیم، دفتر وکالت داشتیم، مصاحبه های ما یا در دفتر وکالت صورت میگرفت یا در خود پارلمان. دوستای رسانه ها لطف داشتن، هم محبت داشتن، تماس میگرفتن که مصاحبه کنن. من در یاد یک رستوران قبلی افتادم در سال 1384 85 چاشت من از پارلمان که رخصت میشدم در آن رستوران نان میخوردم، نامش یادم رفته، روبروی وزارت تجارت نزدیکی پارلمان سابق. من وعده دادم خبرنگاری خارجی اگه اشتباه نکنم بود، وعده دادم در همین روبروی وزارت تجارت کنم یک رستورانتی عادی سنتی افغان است، و هم جورنالیست هم بسیار خوشحال شد. رفتیم سیل کردم که نیست، پرسان کردم، به من گفتن بشه دوستم ساختمان های قدیم ویران شد در اینجا فروشگاه ساخته شده، در اینجا قرطاس فروش ساخته شده و چیزهای دیگر، رستوران نیست. جورنالیست گفتم موترانش گفتم تعقیب کن ما را تا ببینیم یک جایی پیدا کنیم. آمدیم داخلش هم یک رستوران عادی سنتی با پیاله عادی با چاینکای شما میبینین همه چیز، و افرادی که کار میکنن برادر هستن، با هم انسان های خوب هستن، نیک هستن. فعلا این رستوران در یوتیوب چون منتشر شد، در رسانه ها منتشر شد، با من صاحبش میگوید که از آمریکا از اروپا میاد سلام علیکم میکنن، میگن رستورانتی بشر دوست است، میگم بله. بعضی دوستان فکر میکنن بشر دوست صاحب که رستورانت خود شما ایجاد کردید. کاملا نان میخورن، عکس میگیرن، و بیشتر دوستایی هم که امروشان دیدار یک جای وعده جای دیگه اینجا است. هیچ جای دیگه نداریم، دفتر نداریم. خانه وقتی ازدواج کردیم با خانم ما قراردادی شفاهی امضا شد که کار سیاسی عمومی را از کار شخصی فامیلی جدا کنیم. حتی به من اجازه را نداد که با دختر و بچه خود عکس بگیرم. بعض جورنالیست ها آمدن که دکومنتاری یا چی کنن مستند از زندگی ما، به هیچ صورت اجازه ندادن که داخل خانه شود. این قرارداد من مراعات کردم که بین زندگی فامیلی و زندگی به اصطلاح سیاسی و عمومی یک تفاوت قائل شویم. بعضی دوستا پیشنهاد کردن که ما دفتر داریم، جای داریم، فلان داریم، گفتم نه، ما میخواییم که در یک جای بریم که عمومی باشه، از مردم باشه و یک جای عادی و ساده باشد. جناب بشر دوست صاحب، چای هم میخوریم؟ باش که به این گلاس ها راستی کم و لذت شام بسیار زیاد است. از 30 سال هم بیشتر از دیگه گلاس. فکر میکنم یکی از زمان وزارت پلان در افغانستان، وقتی که من کار شروع کردم، وزیر پلان که شدم، بعد از کارمند وزارت خارجه بودم، بعد وزیر پلان شدم، اولین کنفرانس بین المللی مهمی که درباره افغانستان من شرکت کردم تصادفی در وزارت خارجه برگزار شد و من به عنوان وزیر پلان دعوت بودم. در کنفرانس شرکت کردیم، کنفرانس ختم شد، اعلان شد که وقت نان است و در نان دعوت هستین شما در سالونی غذاخوری. من چون وزارت پلان دیگه طرف سرک بود، اجازه گرفتم، گفتم میرم یه گوزو تازه میکنیم برمیگردیم. وقتی من برمیگشتم در وزارت خارجه، در دروازه وزارت خارجه مثل خواهری ما یک دوتا، یک خواهر و یک پسر استاد بود، به اصطلاح گدایی میکرد و پایشان لوچ بودن. من چشمیم در اینا خورد، داخل رفتم، ما را راهنمایی کردن در سالون غذاخوری. در سالون غذاخوری که داخل شدم، مثل که در یک افغانستان دیگر باشی، در یک آسمان هفتم باشی. میزای نانخوری با پنجا و کاردور پیشقابای طلایی و رویش کباب و نمیدونم مرغ بریان و هر چی که تصور کنیم، میوه، همه چیز پور است، بلا و چلا و نمیدونم که نامشم. در این لحظه خدا شاید است که من چشمیم در این غذا و در این دسترخانی که روی میز چیده شده بود و قابای طلایی رقم و امثال هم افتاد، همین ناخودآگاه تصویری بچه و دختری وطن با پای لوچ که کاسه گدایی و اصلاح گدایی میکن در ذهن من خطور کرد. من با بسیار با قهر به رئیس تشریفات وزارت خارجه گفتم که من این نانتان را نمیخورم. بیچاره ایران ماند که چی شده؟ من فکر کردن که غذای دلخواهتون شاید فکر کرده باشه که از فرانسه آمده، شاید او غذایی که در فرانسه میخوره سری میز نیست. هم سالون
با من گفت وزیر صاحب چی شده؟ گفتم شما شرم ندارین بچه و دختری کشور در پیش دروازه وزارت خارجه، دروازه خود وزارتتان گدایی میکنن، گرسنه هستن، شما هیچ به هزاران افغانی در اینجا مصرف کردین، کش و فش و امثال و همه. من فکر نمیکردم که یک ژورنالیست هم در سالون است و این ژورنالیست منتظر مصاحبه با یک کسی دیگه بوده که منتظر از او بود. این ژورنالیست که این صدای قرامز من شده فورا مایک روشن کرده، ای را ثبت کردن، یک دم در رادیو آزادی بود، در رادیو که رسیده اولین چیزی که منتشر کردم می صحبت من بود. تو زمان ها کس تصور نمیکرد که اینا اعتراض بود. اینا که من گفتم شرم بخورین، مردم گرسنه است، مردم علف میخوره، مردم در یک لقمه نان خشک در موندن، شما از بیت المال از پول همین مردم گرسنه شما این میز درست کردین. بعد من برآمدم نان نخوردم. بعد از آن زمان من قسم خوردم که در هیچ هتل رستوران لوکس هیچ وقت نه در رسمی نه غیر رسمی رفتیم. و حتی بعض وقت دختری کلان 11 ساله است بسیار چیزها را میفهمه، با من میگوید که دیگران پدرش وکیل، وقتی وکیل بودیم دیگران پدرش وکیل است، در مکتب بالون کروزر میاد، بهترین لباس استایل جانش است. وقت قصه میکنم میگه دیروز جمعه ما پغمان رفته بودیم، قرغه رفته بودیم، ما خوش نمیدانیم کجاست قرغه، کجاست پغمان، یک روز ما را نبردی و امثال هم. بعد من میگم که دو وقت میگفتم که دختریم از وکیل تا وکیل است. بعد توضیح میدادم، تشریح میکردم که من اینی وکیلم، من وکیل مردم هستم امثال هم. از آن روز حتی سفیر آمریکا در 1386 دعوت کرد که در رستوران در سفارت تشریف بیارین صحبت داریم، بعد مهمان خاص ماستی. من گفتم که من شما را دعوت میکنم که بیاین صحبتم داریم، مهمانم میکنم. گفت در کجا؟ گفتم در خیمه. و زمان خیمه داشتیم روبروی پارلمان. این ترجمانش ایران مان با من گفت بشر دو سب میخوایی ترجمه کنم برای سفیر صاحب؟ گفتم آه چرا ترجمه کو، کلمه با کلمه برش ترجمه کرده بود. بعد گفت سفیر صاحب خنده کرد، این تمسخرآمیز، گفت که نی آمده نمیتونم. 87 هم همین سفیر ایکنبری عین تلفون کرد، من عین حرف زدم. 88 وقتی من موقف سیوم گرفتم، دو هفته بعد از سفارت آمریکا تلفون آمد همین سفیر، من همین جمله رو گفتم و مترجم گفت که بشر دوست صاحب، سفیر با من گفته که هر جایی که بشر دوست میخواهد، هر روزی که میخواهد، هر ساعتی که میخواهد ما در خدمت هستیم. فکر میکنم دوشنبه بود، من گفتم که چهارشنبه بیاین، آدرس دادم، گفتم شما بیاین که اول رستورانتی که ما شما رو میمان میکنیم در رستوران افغانای واقعی رو ببینید که افغانای واقعی چی میخوره. میبینی که افغان در رستوران نان و چای خدا شده است که برم بعض وقت نیست. گفتم این افغان ها رو که شما میبینین با اونا نان میخورین، در جایی که نان میخورین اون افغان های واقعی کشور نیستن، اوناش یک فیصد یک کشور شاید باشد. بعد آمد در خیمه، من خوب یادم است که قبل از آمدن خدا در دل من انداخت که گفتم سگ کنین که سگ خود نیارین، چون سفیر آمریکا یک عادت یک قانون گفت دارن که هر جایی که سفیرش میرود ولو خانه پدر مادرش هم سگ میرود تلاشی میکند. این رو من زمان فهمیدم که در وزارت خارجه یک جلسه داشتیم، وقتی بیرون شدیم من به عنوان وزیر پلان بودم، آقای اشرف خانی وزیر مالیه بود، آقای عبدالله وزیر خارجه و آقای امین فرهنگ وزیر بازسازی. آقای اشرف خانی اولین بار بود که نزدیک شد با من گفت وزیر صاحب یک چای اگه میل داری خانه من نزدیک است. گفتم چرا نه، رفتیم چای میخوردیم که یک سگ داخل شد میپالید. گفتم وزیر صاحب چی خوب سگ داری. 5 دقیقه بعد با من وعده دارم میآید اینجا. گفتم خوبی سگ از سفیر صاحب است. گفت نه، این سگ از سفارت است، آمده خانه را تلاشی میکنه. او این طرف و طرف بوی میکرد. گفتم تعجب کردم، گفتم وزیر صاحب شما همسنفی بودین در بیروت، سالها با هم رفیق بودین، تو خانه خودت هم تلاشی میکنه؟ گفت اونا قانونش است که سفیر هر جای میرن سگ باید تلاشی کنه. این در ذهن من همین لحظه آمد، به تلفن گفتم که سفیر صاحب براش بگو که سگ نیاره، اگه سگ آورد از پیش خیمه برمیگرده. و آمد بدون سگ، 45 دقیقه نشستیم صحبت کردیم. و این هم اصول ماست که بهش پایبند هستیم. خب بشر دوست صاحب، قصه ها خیلی جالب است و زندگی وزارت بر شما خیلی خوب بود، وکالت یا امروز که به این شرایط قرار دارین یک مورد. و سوال بعدی من این است که فعلا
چی مصروفیت یا چی شغل دارن بیشتر هموطنان ما میخواین بفهمن؟ زندگی وزارت، زندگی وکالت، زندگی فعلی هر کدومش نقاط مثبت و نقاط منفی خود داشت و دارد. وزارت نقاط منفی و شخصی خوب ماش و خرید دسترخان و کشفش بود که من نداشتم. در کدامش بیشتر شما مؤثر به نظر خودتان واقع شد؟ در وزارت ما چندین بندی بزرگ ذخیره آب روی دست گرفتیم، پلانش ریختیم با انجنیرهای وزارت پلان، با انجنیرهای وزارت شاروالی کابل که با من در سفرها می رفتن. کارش در ولسوالی الماری فاریاب شروع شد، تا امروز تکمیل نشد متاسفانه به علت دزدی هایی که صورت گرفت بعد از اینکه ما وزارت ترک کردیم. کارش در بندی بهایی در ناهور غزنی کارش تکمیل شد خوشبختانه. در زرتسنگ غزنی شروع نشد، در چشمه صفای مزار شروع نشد متاسفانه، در پکتیا نامش یادم رفته یک منطقه پلانش دادیم شروع نشد. کار کردیم که به نظر من تاریخ ساز است، به خاطر که اولین بار است در افغانستان و شاید در بسیار نقاط دنیا که وزیر، معین، رئیس، مدیر، آمر بر اساس تقوا، تخصص، تجربه و تعهدش مقرر میکنه. قوم، زبان، مذهب، تنظیم چیزها رو ما کاملا دور گذاشتیم و در به خاطر می بود که تعداد کارمندان ازاری وزارت پلان به عنوان اعتراض ما آمدن روزای اول و گفتن وزارت سهمی ماست. من گفتم شما حالا شما خانه برین، بعد صبح بیاین چون ناوقت شب است، تاریک است، وقتی آمدین تابلوی وزارت پلان بخونین که چی نوشته است. اگر نوشته است وزارت پلان ازارستان، من شما رو مقرر میکنم. اگر نوشته وزارت پلان پشتونستان، من پشتونا رو مقرر میکنم. اگر نوشته وزارت پلان افغانستان، هر افغان پشهی باشه، تاجیک، ازبک، پشتون، ازاره مقرر میکنم و ما مقرر کرده بودیم. اونا اعتراضشان این بود. 2300 اینجور منحل کردیم که آقای کرزی چی نکرد. در پارلمان مؤثریت ما در این بود که یک صدای ملت بودیم، دردها و رنجهایشان رو انعکاس میدادیم، بعضی چیزها رو برملا که مثلا در یک گزارش داد به ما یک ورق پنهانی رو آوردن که در دو ماه یا سه ماهی پارلمان نمیدونم چند سر بادام و پسته و کشمش و این چیزها رو مصرف کرده بودن و ما این اسناد علنی کردیم. خوشبختانه رسانه ها همیشه با ما بودن چون اینا بچه یک کشور هستن، درد داشتن، این را انعکاس دادن. فشار مطبوعاتی و افکار عمومی باعث شد که نام بادام و پسته و اینا را قطع کنن که دیگه از بودجه چیز نشود. بعضی پیشنهادات درباره معاش معلولین، معیوبین، بازماندهای شهدا، درباره بعضی نقاط ما موزیگیری میکردیم، درد و رنج مردم منعکس میکردیم. فعلا مصروفیت خاص نداریم. مایی که در آن زمان وظیفه رسمی بود و مایی که رسانه ها بود و مایی که پارلمان بود، فعلا خوشبختانه مایی که رسانه ها هست، مایی که پارلمان نیست. کار خیریه را ما 13 سال است که میکردیم و فعلا هم میکنیم. کدام مصروفیت نداریم. امارت از ما تقاضا کردن، کلان هایشان هم گفتن میشینیم، احترام دارن، علاقه دارن، فامیلایشی، بچایش، بچای جوانش که در پانتون وقتی من در لیلیه می رفتم از مردم احوال گیری می کردیم، از محصلین، از اون زمان نمراتی من داشتن. امروز چون یک فضای کاملا وطنی و یک رستوران بسیار رمت و قشنگ و قصه های بسیار شیرین، بحث های ما بیشتر دوستا بحث های اما تو چی میگن دور از سیاست و دور از این مسائل بوده کاملا و چند لحظه که با بشر دو صاحب هستیم قصه های ما ادامه داره. ما نیم پیاله چای دیگر نوشیجان میکنیم و چند قدم هم بیرون میریم که هوا یکم که تاریک شده. بشر دو صاحبم موتر شبی ببینیم موترش هستن از همراهش و اگر شود این چهار سمت کابل یک چکر هم بزنیم دیگه چای خوین نوشیجان کنیم دوست. خب دوستا با بشر دوست صاحب به این موتره که از سابق همراهشان است یا موتر تغییر کرده؟ نه موتر تغییر نکرده. موتر تقریبا عمرشان رو با ما داده. خب ما ایلا کردنی نیستیم. یک سال پیش تصمیم گرفتیم که بریم در موتر فروشی یا مالچه کنیم یا این موتر بفروشیم یک نو بخریم. بعد دوستایی که در موتر فروشی کار میکردن وقتی طرف و طرف معلومات گرفتن گفتن که در مالچن باید پیسه بدی به خاطر که کس نمیگیره مالچن نمیکنه. اگر این را بفروشیم بسیار ارزان باید بفروشی تقریبا 1.5 هزار
دلار و اگر بخرید موتر در 1000 دلار نیست. گفتم پس شما که قدر تجربه دارین، موتر فروشی دارین و به ما راه خوب نشان بدین. گفت راه خوبی است که یک ترمیم کاری شوه، ترمیم کاری اساسی شوه. یک ترمیم کاری کردن و رنگ کردن موتر، همون موتری است که در سال 1389 خریده بودیم 4500 دلار اگر اشتباه نکنیم در آن وقت، و تا امروز ما را از این طرف آن طرف میبردی. خب این موتر هم دوستا توفه خریده بودن یا پولش از ماشه که داشتین؟ چه قسم بوده؟ توفه که اصل ما قسم خوردیم که هیچ وقت توفه را قبول نمی کنیم. حتی در کنفرانسی، دومین کنفرانسی بازسازی افغانستان در برلین اگر اشتباه نکنم، چپ فابریکی کمپانی زیمنس دعوت کرده بود رئیس جمهور افغانستان را. من بودم و وزیر مالی اشرف غنی و آقای عبدالله وزیر خارجه و امین فرهنگ وزیر بازسازی و مصطفی کاظمی وزیر تجارت و انوری وزیر زراعت در رستورانت خاص رفته بودیم نان میخوردیم. قبل از اینکه نان شروع شود، زیمنس کمپانی زیمنس برای هر وزیر و رئیس جمهور توفی آورد. این توفه را آورد، وزرای ما کمی توفه را دید مثل که تشکر شده باشند، فورا این را باز کردن و تشکری کرد. من هم توفه را که دست من داد آیستنده می سر میز خود گذاشتم. آلمان ها خب بسیار آدم های قانونی و بسیار آدم های دقیق هم است. اینا متوجه شد، با کرزی گفته بود که وزیر پلان ای کیست؟ گفته بودن این وزیر پلان ماست. گفته بودی خود توفه را باز نکرد، نگام نکرد، اما تو عادی گریفت و روی میز گذاشت میز نان خوری. کرزای نفر خود روان کرد با من، گفت نفرش گفت که با رئیس میگه توفه را باز کن ببین. من گفتم با رئیس بگو که توفه من نیست. رفت با رئیس گفت، رئیس دوار آمد گفت چطور توفه خودت نیست، با خودت دادم. من گفتم نه، ای را با وزیر پلان افغانستان دادن. اگه من وزیر پلان نمی بودم، من رو نمی گذاشتن از پیش رستوران تیر شوم. یا امنیتی که گرفتن اینا، این را با وزیر پلان داده. وزیر پلان باید این را به وزارت خود بدهد تا اونا این را ثبت کند و بعد در جایی که نگاه می کنند توفی وزیر را باید نگهداری کنند. از زمان قسم خوردیم که هیچ وقت توفه را نمی گیرم. دوستایی که توفه میدن مثل امروز توفه یک قصه داره دیگه. کاملا و معمولا افغانستان از توفه شروع میشه، از بخشش. دقیقاً بشار دوست، نسبت به گذشته نام خدا جوانتر شدین. رمزشی است ما جوان ها یک رقم طرف پیری روان هستیم، شما نام خدا جوانتر شدین. میترسم که این جوان دل شما را انداخته باشه، کدام رقابت داره با شما. نه، نام خدا از روزی که من میشناسم واقعا نموت تک و تکرار دوی تان هستین. فکر میکنم بهترین رمز دعای مردم، هیچ چیز نمیمانه، دعای مردم شاید بمانه. حتی بعضی مولوی صاحب ها که ما صحبت کردیم، من نمیدونم درست حرفایشان فهمیدم یا نفهمیدم، بسیار با دقت چندین بار تکرارم ازشان خواستیم تکرارم کنن، به من گفتن که دعای مردم عام، مردم فقیر میتونه تقدیر هم تغییر بده. یعنی با عرف از اونا نمیدون تاشید، گفت که اگر زیاد دعای مردم داشته باشی خداوند میتونه که اما مسیر دوباره نوشته کنه، دوباره برای تک از چیزی بعدی که پیش رویت است به اصطلاح بچ کنه. بجز دعای مردم اگر ما در یک زندخانی، یعنی بعضی دوستا فعلا ما بسیار مشکل با رسانه داریم، با جورنالیست ها داریم که از خارج و داخل هموطنان ما در خارج هم بسیار رسانه ساختن، تماس میگیرن مصاحبه میخواهن. میگم او برادر، ما مصاحبه در کجا کنیم؟ ما کلی ما در یک اتاق جمع شدیم، بخاطر که اتاق دو مگر نمیتونیم، و در یک اتاق جمع شدیم. خانم من است، یک بچه من است، دو تا دختری من است، یک شوخی میکنه، یک قصه میکنه، یکی گفتم مصاحبه نمیشه دیگه چیزی آرام. بنابراین میگم شما صبر کنید که هوا گرم شد که مصاحبه شروع کنید. یک زندگی عادی داریم. بشار دوست، بسیار موارد بسیار باریکی ها را متوجه هستن و فکر کنم کم کسا باشن که مثلا همچون موارد زیاد مد نظر بگیرن در زندگی، که امو از حال دل هموطن خود خبر باشن. او که در کاخ و در مقام و در منزلت و در سرمایه و به اون مسائل هست، او که بحثش جداست. او که در فقر و تنگدستی و بیچارگی و سردی است، از حال دل از او آگاه شدن
و حس کردن خود در حال قرار دادن یک گپ بسیار بزرگ است. بشر دوست صاحب، برنامه ما وقتش خیلی کم بود اما حرفا خیلی زیاد. امیدوار هستم که تانسته باشین چند لحظه با دوستا صحبت های خوب و برنامه خوب آماده ساخته باشیم و تشکری میکنیم از جناب شما که به ما وقت دادین. آرزوی موفقیت براتون دارم. یک دنیا تشکر. وقت خوش داشتیم. خوش آمدید. قربانتان. سلامت. هموطنان عزیز، یک جهان تشکر از همراهی شما تا این لحظات که بیننده سوژه امروز یا برنامه امروز ما بودین. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. افتخاری ماست.